با سلام به اخبار امروز توجه فرمایید. مأموران نیروی انتظامی تهران چند روز پیش طرح ضربتی جمع‌آوری ماهواره ها را آغاز کردند. روزنامه اعتماد گزارش داد برخی مخاطبان اعلام کردند که مأموران با مراجعه به ساختمان های مسکونی ضمن ارائه حکم قضایی وارد خانه ها شده و به جمع‌آوری دیش ها و تجهیزات ماهواره ای پرداختند. این طرح طی روزهای اخیر از سوی مأموران پلیس آغاز شده و همچنین نیز در مناطق مختلف شهر به ویژه شمال، شمال غرب، شمال شرق و غرب تهران ادامه دارد. استفاده از تجهیزات دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران جرم قلمداد می‌شود، اما بر پایه گزارش‌های رسمی نزدیک به 70% مردم در شهرهای ایران شبکه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند. چندی قبل آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید گفته بود اگر فایده حلال استفاده از ماهواره زیاد باشد، خرید، فروش، نصب و راه اندازی آن جایز است. یک فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است هواپیمای بدون سرنشینی که تهران ادعا می کند اسرائیلی بوده از یکی از کشورهای شمال ایران به پرواز درآمده بود. در اظهارات این مقام نظامی نامی از این کشور نیامده است، اما یک مقام جمهوری آذربایجان به این موضوع واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس گفت پهباد سرنگون شده توسط سپاه از یکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی که در گذشته جزو اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده به سوی ایران ارسال شده است. گرچه در سخنان این فرمانده نظامی از کشور مشخصی نام برده نشده بود، علی حسنوف رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان نقش این همسایه شمالی ایران در پرواز هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده را تکذیب کرده است. آقای حسنوف به وبسایت آذری حقین گفته است که این سخنان ناشی از فتنه انگیزی در روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان است که توسط محافل خارجی که از بهبود روابط دو همسایه نگرانند تدارک دیده شده است. به گفته این مقام سیاسی جمهوری آذربایجان، روابط این کشور با تمام همسایگانش جز ارمنستان بر پایه اعتماد متقابل و دوستان است. در همین حال روز پنجشنبه نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قضیه پهباد ظاهراً اسرائیلی گفت که مبدأ پروازی این پهباد باید مشخص شود. خبرگزاری فارس به نقل از منصور حقیقت پور نایب رئیس این کمیسیون میگوید که مبدأ پرواز این پهباد باید شناسایی شده و کشور مربوطه باید خسارت سیاسی این اقدام زشت خود را پرداخت کند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه یک روز قبل گفته بود که برد عملیاتی هواپیمای سرنگون شده نشان می‌دهد که مبدأ پرواز این پهباد اسرائیل نبوده، بلکه یکی از کشورهای منطقه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه دوم شهریور ماه اعلام کرد که یک فروند پهباد جاسوسی اسرائیلی در نزدیکی نطنز توسط پدافند سپاه سرنگون شده است. چند فرمانده سپاه و نیروهای مسلح ایران هشدار دادند که جمهوری اسلامی به این اقدام اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و در میدان پاسخ خواهد داد. مسعود جزایری در این باره گفته است که انهدام پهباد جاسوسی خاتمه اقدامات جمهوری اسلامی نیست و پاسخ دشمن را در سرزمین‌های اشغالی خواهیم داد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم گفته است که پاسخ ایران به تجاوز پهباد اسرائیلی دیپلماتیک نخواهد بود و جمهوری اسلامی در میدان به این اقدام پاسخ می‌دهد.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم به اسرائیل هشدار داده که منتظر پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی باشند. پیش از این نیز امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته بود که در واکنش به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی به آسمان ایران، جمهوری اسلامی تسلیح کرانه باختری را تسریع خواهد کرد و حق هر گونه پاسخی را نیز برای خود قائل است. اما مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که اگرچه تعرض پهباد اسرائیلی به حریم هوایی ایران اقدامی خصمانه و نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بوده، واکنش تهران اقدام دفاعی متناسب و پیگیری موضوع در سطح مراجع حقوقی و بین المللی خواهد بود. این گفته‌ها در شرایطی بیان می‌شود که اسرائیل رسماً تعلق هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده به خود را هنوز تایید یا تکذیب نکرده است. تحلیلگران می‌گویند ادعای جمهوری اسلامی در خصوص ساقط کردن یک فرمان پهباد اسرائیلی بیشتر برای مصرف داخلی و جنبه تبلیغاتی دارد. گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک میگوید که دو طرف از سوابق گذشته درس نگرفتند و به غلط تصور میکنند که استیصال و نیاز شدید به رسیدن به توافق از سوی دو طرف کف خواسته های طرف مقابل را پایین می آورد و وادارش می کند که محدودیت های ناشی از سیاست داخلی خود را ندیده بگیرد. این گزارش هشدار می دهد که نتیجه چنین تصوری می تواند بازی دیپلماتیک خطرناکی باشد که نتیجه جز شکست ندارد. گروه بین المللی بحران یک سازمان غیر دولتی تحقیقاتی متشکل از سیاستمداران برجسته عمدتاً غربی است. گزارش اخیر گروه بین المللی بحران خواسته های جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را شامل ادامه برنامه غنی‌سازی در سطحی قابل توجه، تحقیقات علمی در این زمینه و لغو قابل ملاحظه تحریم ها می داند. در مقابل کشورهای پنج به علاوه یک نیز می‌خواهند سد محکمی بین برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی و توانایی‌های بالقوه نظامی کشیده شود. نظارتی دقیق بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام گیرد و اعتماد بین دو طرف تقویت شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در اختلافی داخلی با دیگر گروه شبه نظامی بلوچ جیش العدل در خاک پاکستان کشته شده است. منابع خبری فارسی و عربی بر سر جزئیات این خبر گزارش های زد و نقیزی منتشر کردند. خبرگزاری های داخلی ایران از جمله ایرنا و فارس و شبکه العالم قتل عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر و خواهرزادش ابوبکر ریگی را در شهر البندین در ایالت بلوچستان پاکستان و ناشی از یک تصفیه حساب داخلی با گروه رقیب جیش العدل دانستند. اما منابع خبری عربی به نقل از منابعی در جیش النصر میگویند رهبر این گروه به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در شهر کویته پاکستان ترور شده است. عبدالرؤوف ریگی 3 ماه قبل با جدا شدن از گروه جیش العدل فعالیت مسلحانه خود را در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و در قالب گروه جیش النصر از سر گرفت. گروه جیش العدل متشکل از شبه نظامیان سنی بلوچ چند ماه پس از آن به وجود آمد که جمهوری اسلامی در سال 2010 عبدالمالک ریگی برادر عبدالرؤوف را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت مسلحانه دستگیر و اعدام کرد. سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت یکی از سیاست‌های بنده در این وزارتخانه شفاف‌سازی همه مسائل از جمله بورسیه‌های غیرقانونی است که در این وزارتخانه اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی نجفی در حاشیه مراسم ختم پدر اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، این مطلب را در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نتیجه فعالیت کمیته بررسی بورسیه ها چه بوده است بیان کرده. وی در این حال تصریح کرد هنوز نتیجه پیگیری های این کمیته به من اعلام نشده و به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر به نتیجه نرسم به صورت شفاف همه را در جریان قرار خواهم داد. الیاس نادران یکی از استیضاح کنندگان رضا فرجی دانا به علی جنتی وزیر ارشاد هشدار داد مجلس با کسی شوخی ندارد و وزیر ارشاد باید دغدغه های علی خامنه ای را رفع کند وگرنه استیضاح خواهد شد. در همین حال 4 وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند. وزیر ارتباطات نیز به دلیل اینترنت پرسرعت تهدید به استیضاح شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، الیاس نادران نماینده مجلس طی هشداری به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت مجلس با کسی شوخی ندارد و در راستای منویات رهبری عمل می کند. وی گفت اگر مجلس از اثرگذاری بر اصلاح روش‌های فرهنگی ناامید شود آن وقت از ابزارهای نظارتی دیگر استفاده می کند. نادران اضافه کرده کمیسیون فرهنگی مجلس دائما با مسئولان وزارت ارشاد جلسه داشته و دغدغه‌ها را به آنها منتقل می کند. این نماینده مجلس به صراحت از وزیر ارشاد خواسته نسبت به رفع دغدغه‌های نهادهای انقلابی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ اقدام کند. نادران گفته اگر وزیر ارشاد خود را سرباز نظام می داند باید در چارچوب تدابیر نظام عمل کند و امیدواریم روش‌های خود را اصلاح کند. 31 مرداد نیز مرتضی نبوی گفته بود بیشترین نگرانی کنونی علی خامنه‌ای در ارتباط با عملکرد وزارت ارشاد است چرا که این وزارتخانه همانند دوره اصلاحات رها شده است. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت نهم نیز در گفتگو با ماهنامه 42 گفته بود علی جنتی تا کنون نتوانسته و یا نخواسته رضایت علی خامنه ای را در حوزه فرهنگ جلب کند. برخی محافظه‌کاران از وزیر ارشاد به عنوان دومین وزیر کابینه حسن روحانی نام می‌برند که پس از وزیر علوم استیضاح خواهد شد. در همین حال رسانه‌ها خبر از استیضاح چند وزیر دیگر می‌دهند. وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو و وزیر ارتباطات در کنار وزیر ارشاد 4 وزیری هستند که پرونده‌های آنان در مجلس مفتوح است. روز گذشته هادی حسینی که خود یکی از امضا کنندگان استیضاح حمید چیچیان است گفت که استیضاح وزیر نیرو آماده است. و موضوع استیضاح نیز درباره مطالبات منطقه‌ای است و هیچ گونه شایبه سیاسی ندارد. در همین حال سایت پیام نو خبر داده که 60 نماینده مجلس طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی را امضا کردند. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی محمود بائزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراخوان تا درباره پیامدهای افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت توضیح داد اما از توضیحات وی قانع نشد. یک عضو این کمیسیون گفت اگر این روند ادامه یابد وزیر ارتباطات استیضاح خواهد شد. موضوع افزایش سرعت اینترنت در ایران این روزها با مخالفت نیروهای سنتی روبرو شده است. ناصر مکارم شیرازی از مراجع دینی شیعه روز سوم شهریور ماه در پاسخ به یک استفتا ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران را برخلاف شرع و موازین اخلاق دینی دانست. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن به شدت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و این کشور را به حمایت از حوثی‌ها به منظور گرفتن امتیاز در سوریه متهم کرد. به گزارش وبسایت العربیه هادی در سخنانی در جمع هیئت رئیسه گروه بسیج مردمی برای حمایت از دستاوردهای ملی گفت
جمهوری اسلامی به میزان بسیار بالایی در مسائل داخلی یمن دخالت می کند. 4 کانال در ایران علیه یمن فعالیت می کنند. عبدالملک الحوثی مشاورانی دارد که در ایران هستند. هادی افسود که 2 تن از افسران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حالی که برای ساخت کارخانه تولید موشک در یمن برنامه ریزی می کردند دستگیر شدند. وی افسود که در حال حاضر حدود 1600 طلبه یمنی در ایران حضور دارند. این برای اولین بار نیست که دولت یمن جمهوری اسلامی را به دخالت در مسائل داخلی خود متهم می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسکو را مسئول تشدید خشونت در اوکراین دانست و گفت که روسیه جدای طلبان اوکراین را در خاک خود آموزش داده، مسلح می‌کند و از آنها حمایت مالی به عمل می‌آورد. باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، اظهار داشت که تصاویر جدید آشکارا نشان می‌دهد که نیروهای روسی در خاک اوکراین حضور دارند. وی در این حال هر گونه اقدام نظامی در اوکراین از سوی غرب را رد کرد. پیش از سخنان باراک اوباما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در صدد تصویب تحریم‌های تازه علیه روسیه است. اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه با اعزام واحدهای نظامی خود به خاک اوکراین، شهر مرزی نوآزوفسک و مناطق دیگری در جنوب شرقی این کشور را اشغال کرده است. مسکو اما این اتهام را رد کرده و آن را سناریوی ساخته و پرداخته خارجی ها دانسته است. پلیس هلند اعلام کرد که در نتیجه عملیات مشترک هلند و آلمان 3 تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه پلیس هلند گزارش داده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز در آلمان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها در پی هشدارهای سازمان‌های اطلاعاتی هلند صورت گرفت که به گفته آنها تشکل‌های اسلامگرای افراطی در هلند مانند لانه‌های زنبور شدند که به زودی توجه خود را از مناقشه در سوریه به قسمت وسیع‌تری از خاورمیانه گسترش خواهند داد. این نخستین مورد از بازداشت افراد مظنون به همکاری با ستیزجویان گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه است. یک زن پاکستانی به مدت 4 سال در صدر تعقیب شوندگان بین المللی بود. زمانی طالبان و حال داعش پیشنهادهای قابل توجهی برای مبادله او با گروگانها ارائه کردند. در حال حاضر این زن پاکستانی در زندان بیماران روانی در تگزاس آمریکا دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خطرناک‌ترین زن جهان، آفتاب القاعده، بانوی القاعده. اینها همه صفت‌هایی هستند که در طول سال‌های اخیر به زنی پاکستانی به نام آفیه صدیقی نسبت داده شدند. به گزارش دویچه وله، پلیس فدرال آمریکا FBI آفیه صدیقی را از سال 2004 میلادی در صدر فهرست کسانی قرار داده که تحقیقات بین المللی گسترده‌ای برای دستگیریشان در جریان بود. وزیر دادگستری وقت آمریکا هم او را به عنوان تنها زن موجود در فهرست 7 فرد مرگ‌آفرین قرار داد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در سال 2003 خالد شیخ محمد را دستگیر کردند، شخصی که مغز متفکر القاعده و طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن نامیده شد. او در جریان بازجویی‌ها نام آفیه صدیقی را به عنوان یکی از اعضای اصلی این تشکیلات تروریستی به زبان آورد. رسانه‌ها پس از آغاز تحقیقات در مورد حملات تروریستی 11 سپتامبر به آفیه صدیقی لقب نابغه مؤنث دادند. گفته می‌شود که او از راه جمع‌آوری کمک‌های مالی و قاچاق الماس برای تشکیلات تروریستی القاعده منابع مالی فراهم می‌کرده است.
این زن همچنین چند ماه پیش از حملات 11 سپتامبر به همراه همسرش دوربین‌های دید در شب، اسلحه و دفترچه راهنمای تجهیزات نظامی از قرار معلوم برای شکار خریدند. عافیه صدیقی از یک خانواده مرفه پاکستانی است که بیش از 10 سال از عمر خود در حال تحصیل در دانشگاه‌های برتر ایالات متحده بوده است. او در مؤسسه فناوری ماساچوست MIT در رشته علوم اعصاب درس خوانده و در سال 2001 میلادی از دانشگاه برندیس ماساچوست دکترا هم گرفته است. صدیقی که مادر 3 فرزند است ناگهان ناپدید شد. گفته می شود او به پاکستان بازگشت و از همسرش جدا شد. در ادامه با یکی از بستگان نزدیک خالد شیخ محمد طراح حملات 11 سپتامبر ازدواج کرد. این زن پاکستانی سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر غزنی افغانستان به همراه پسر 11 سالش دستگیر شد. در حالی که مقادیری مواد شیمیایی و نقشه‌هایی برای تهیه بمب شیمیایی و بمب میکروبی از ویروس ایبولا به همراه داشت. عافیه صدیقی در سال 2010 میلادی به 86 سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در زندان بیماران روانی در تگزاس آمریکا دوران محکومیت خود را می‌گذراند. جالب این که او به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی و یا آگاهی از حملات محکوم نشده است، بلکه حکم او به جرم تلاش برای کشتن سربازان ارتش و ماموران پلیس فدرال آمریکا صادر شده است. گفته می شود صدیقی در یکی از جلسات بازجویی از فرصت استفاده کرده و با سلاحی که به دست آورده به سمت ماموران شلیک کرده است. زمانی طالبان برای آزادی عافیه صدیقی تلاش می کردن. به نوشته پایگاه انترنتی فارن پالیسی، مقام‌های پاکستان 2 سال پیش به آمریکا پیشنهاد دادند که اگر عافیه صدیقی را آزاد کند، اسلام آباد تمام امکانات خود را برای آزادی گروهبان بو برگدال به کار می بندد. آمریکا این پیشنهاد را رد کرد. برگدال که از سال 2009 میلادی ناپدید شده بود، در ژوئیه سال جاری 2014 با 5 نفر از طالبان زندانی در گوانتانامو مبادله شد. حال تروریست‌های داعش خواست‌های مشابهی را مطرح می‌کنند. آنطور که نیویورک تایمز نوشته است، داعش پیشنهاد کرده بود که عافیه صدیقی با جیمز فولی مبادله شود. همان روزنامه‌نگار آمریکایی که هفته گذشته فیلم سربریدنش در اینترنت منتشر شد. داعش شنبه گذشته تازه ترین پیشنهاد خود را مطرح کرده است. نزدیک به 7 میلیون دلار باج و آزادی عافیه صدیقی در برابر آزادی یک زن 26 ساله آمریکایی که سال گذشته در سوریه ربوده شد. گفتنی است خانواده صدیقی معتقد به بیگناهی اوست و هر گونه ارتباط این زن با تشکیلات تروریستی را رد می کند. دستگیری عافیه صدیقی در پاکستان واکنش‌های اعتراضی فراوانی در بر داشت. برخی از رسانه‌های این کشور دستگیری صدیقی را نشانه مسلمان ستیزی آمریکا می دانند. رجب طیب اردوغان با ادای سوگند ریاست جمهوری دوره مأموریت خود در این مقام را آغاز کرد. او در مراسم تحلیف و ادای سوگند که روز پنجشنبه در پارلمان این کشور برگزار شد، وعده ایجاد یک ترکیه جدید و قدرتمند را داد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ایران فردا در ترکیه مهیستان بختیاری. ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه آقای رجب طیب اردوغان با حضور در پارلمان ترکیه در مقام رئیس جمهور جدید این کشور ادای سوگند کردند. آقای اردوغان به عنوان 12th رئیس جمهور ترکیه جانشین آقای عبدالله گل دیگر همحزبی خود شد. این نخستین بار در ترکیه بود که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده میشد. از حواشی این مراسم باید اشاره کرد به نمایندگان حزب جمهوری خلق، حزب مخالف دولت، که بلافاصله با حضور آقای اردوغان در مجلس صحنه مجلس رو به نشانه اعتراض ترک کردند. اونها از مدت ها قبل نسبت به عملکرد آقای اردوغان معترض بودند.
اما پس از انجام مراسم تحلیف و ادای سوگند، آقای اردوغان بلافاصله راهی آنیتکبیر آرامگاه آتاتورک فقید شد و ضمن ادای احترام به ایشون دفتر یادبود آنیتکبیر رو امضا کردند. آقای اردوغان در دفتر یادبود آنیتکبیر نوشتند که امروز که آغاز اولین دوره ریاست جمهوری منتخب مردم هست، روز ایجاد و تشکیل ترکیه جدید است. شکی نداشته باشید که آرزو و ایدئال روح ترکیه بزرگ که در روز 23 آپریل 1920 اولین گامهاش رو برداشتید رو زنده نگه خواهیم داشت. پس از این مراسم آقای اردوغان به کاخ چانکایا رفتن و سوی آقای عبدالله گل و همسرشون مورد استقبال قرار گرفتن. مراسم معارفه و تودیع رؤسای جمهور جدید و قدیم هم مطابق با عرف معمول انجام گرفت. ابتدا آقای گل در سخنانی گفتن که من دوستی 40 ساله با آقای رجب طیب اردوغان دارم. با رهبری او ترکیه با ثبات و قوی رو در منطقه و جهان شاهد خواهیم بود. همینطور آقای اردوغان طی سخنانی از زحمات آقای عبدالله گل تشکر کردند. آقای اردوغان در مورد روند فعالیت‌هاشون هم گفتن که از امروز بدون اتلاف وقت بر روی اهداف سال 2023 تمرکز خواهیم کرد و اجازه دو قطبی شدن فضا در جامعه رو نخواهیم داد. در پایان هم آقای اردوغان مدال افتخاری رو به آقای عبدالله گل اهدا کردن. در این مراسم همینطور حدود 100 میهمان خارجی از مقامات کشورهای مختلف جهان حضور داشتند. نکته جالب این استش که در این مراسم از هادی البهره رئیس ائتلاف ملی سوریه و از مخالفان رژیم بشار اسد نیز دعوت به عمل آمده بود. همینطور آقای اردوغان در نخستین حکم خودشون آقای داوودوغلو رو به سمت سرپرستی پست نخست وزیری منصوب کردند تا او مأمور تشکیل کابینه جدید بشه. و در پایان در نخستین واکنش‌های بین‌المللی به آغاز ریاست جمهوری آقای اردوغان، جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد آمریکا بی‌صبرانه آماده همکاری با آقای اردوغان در مقام جدیدش است. یک مسئول شورای شهر تهران از رواج رشوه و باجگیری در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک و پیمانکاران خبر داد. او گفت که مورد قتل علی چراغی نیز در رابطه با مقاومت این کارگر در برابر باج‌خواهی عوامل پیمانکار بوده است. در همین حال محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی در تشکیل دولت اسلامی کارنامه قابل قبولی ندارند. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه این شورا پس از شنیدن گزارش مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهردار تهران درباره حادثه‌ای که منجر به مرگ علی چراغی شد انتقاد کرده که در گزارش وی اشاره به علت درگیری میان این کارگر و عوامل پیمانکار نشده است. او گفت گفته شده بر اساس گزارش‌های واصله این فرد مبادرت به جمع‌آوری زباله می‌کرده است، اما نیامده است که چرا این کار به درگیری منجر شده است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به قراردادی که میان شرکت‌های پیمانکاری با شهرداری بسته شده اشاره کرد و گفت در این قرارداد تمهیدات خوبی گنجانده شده، اما مشخص نیست که نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده کیست. حافظی سپس درباره باج‌خواهی عوامل شهرداری گفت آیا می‌دانستید عوامل شهرداری خودروهایی را که در سطح شهر می‌گردند و پسامند جمع‌آوری می‌کنند به ستادی می‌برند و 150,000 تومان از آنها می‌گیرند و بعد با آنها گرین کارت می دهند تا در محدوده پیمانکاران تردد کنند و به کار خود ادامه دهند. او درباره مسئولیت شهرداری در این مورد گفت که اگر این ارگان این موضوع را نمی دانسته که عذر بدتر از گناه است و اگر می دانسته چرا کاری نکرده است. حافظی سپس به این نکته اشاره کرد که رشوه و باجگیری در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیکی توسط پیمانکاران بیداد می کند و قتل علی چراغی نیز بابت باج‌خواهی عوامل پیمانکار بوده است. حافظی پیشنهاد کرد که شهرداری ملزم به ارائه لایحه دو فوریتی در خصوص مبارزه با فساد و رشوه به شورای شهر شود. گفتنی است مرگ علی چراغی با واکنش‌ها و انتقادات شدید نمایندگان مجلس و شورای شهر به شهرداری تهران همراه بوده است. در مجلس شورای اسلامی از بکار گماشتن قلدران و زورگویان در شورای شهر تهران، از استخدام لات‌ها و در خود شهرداری از استخدام قلدشماخ‌ها برای انجام کارهای شهرداری انتقاد شد. کسب و کار بازیافت زباله‌ها به یکی از منابع درآمد سودآور در تهران تبدیل شده است
بر اساس آمار رسمی منابع وابسته به شهرداری تهران، ارزش روزانه زباله‌های تولید شده در تهران برابر با 180 میلیون تومان است. به نظر می‌رسد که در استخدام قلدرها، لات‌ها و قلچماق‌ها تضمینی برای دستیابی به این درآمد دیده می‌شود. علی چراغی، کارگر 41 ساله، روز 16 مرداد در برابر دیدگان پسر 14 ساله‌اش توسط عوامل پیمانکار بازیافت منصور به منطقه 4 شهرداری تهران با 5 بوکس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از یک هفته بر اثر شدت جراحات وارده و مؤثر واقع نشدن دو عمل جراحی در بیمارستان درگذشت. از او 4 فرزند به جای مانده است. در همین حال اما محمد قالیباف، شهردار تهران، میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی در تشکیل دولت اسلامی کارنامه قابل قبولی ندادند و باید به دنبال تحقق الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی بود. آقای قالیباف در جمع گروهی از اعضای بسیج افزود: ما توانستیم در دو محور شکل‌گیری انقلاب و نظام اسلامی به خوبی عمل کنیم، اما در تشکیل دولت اسلامی کارنامه قابل قبولی نداریم. به گفته شهردار تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو بخش اقتصاد و فرهنگ نیز موفق نبودند که علت آن ارتباط ناشیانه بین 4 عنصر اصلی قدرت، ثروت، معرفت و منزلت بوده است. قالیباف اضافه کرده: امروز راهی نداریم جز این که به دنبال تحقق و الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی باشیم. اما متاسفانه بحث سبک زندگی در کشور ما مورد غفلت‌های جدی قرار گرفته است. گفتنیست محمد باقر قالیباف در یک ماه گذشته با صدور دستوری مبنی بر جدایی زنان و مردان در شهرداری تهران به چهره جنجالی تبدیل شده است. قالیباف از این عملکرد خود دفاع و خود را به حوزه محافظه‌کاران تندرو نزدیک‌تر کرده است. به نظر می‌رسد شهردار تهران قصد دارد با اتخاذ چنین تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌های موقعیت خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در میان محافظه‌کاران مستحکم‌تر کند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز گذشته در کنفرانس سالانه سفرای فرانسه در سراسر جهان سیاست خارجی کشورش را تشریح کرد. جزئیات سخنان اولاند در گزارش خبرنگار ما در پاریس، محمد رضا شاهید. 22مین کنفرانس سالانه سفرای فرانسه در سراسر جهان که به پاریس آمدند دیروز با سخنرانی آقای فرانسوا اولاند در کاخ الیزه افتتاح شد. سخنرانی حدود 1 ساعت با 15 صفحه متن که به جزئیات اون خواهم پرداخت، به خصوص که بخشی هم به ایران مربوط می شود. البته سالهای پیش این کنفرانس اهمیت جداگانه در ارتباط با ایران داشت به خاطر پرونده هسته‌ای، اما امسال مسئله عراق، سوریه و همینطور اوکراین از موضوعات مهمی بود که آقای اولاند به آن اشاره کرد و من عیناً متن اون رو به اطلاعتون خواهم رسوند. آقای اولاند گفت که بار دیگر به ملاقات سالانه من رسیده ایم که این بار سنگینی و اهمیت خاصی رو داره و در خاورمیانه یک گروه وحشی خودشون رو دولت و خلیفه نامیدن، همین یکی رو کم داشتیم. آقای اولاند ادامه داد که در شرق اروپا بعد از پایان جنگ شاهد کشتار 2000 نفر هستیم و در غرب افریقا هم یک گروه تروریستی قصد تسخیر یک کشور و براه اندازی یک دولت رو داشتند. در مورد سوریه هم گفت که من درست سال پیش بود که به این مسئله اشاره کردم و متاسفم که در آن زمان جهان با ما همراه نبود و خطر وسعت گرفته است. آقای اولاند گفت: میخواهم روشن بگویم بشار اسد نمیتواند شریک و همراه ما برای مبارزه با تروریسم باشد. یعنی اینکه انتخاب ما بین یک دیکتاتور و یک گروه تروریسم بیهوده است. در مورد غزه نیز آقای اولاند گفت که برای غزه فرانسه تمام تعهدات و تلاش‌های لازم رو پیش گرفت و دنبال کرد. راه حل رو همه میشناسند. ما تمام تعهدها و تلاش‌های لازم رو به عهده گرفتیم و دنبال خواهیم کرد. اما درباره ایران آقای اولاند گفت که من سال گذشته آقای روحانی رو در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات کردم و شنیدم که شرایط و مذاکرات به تأخیر افتاده. البته نمیدانم این دلایل و شرایط چه بوده. برخی میگویند و شنیده شده که در پرونده عراق و پرونده هسته‌ای
ارتباطاتی میبینن و اون رو متصل میدونن. من میگویم که هیچ ربطی با هم ندارن. ایران باید مبتکر و شهامت پذیرش غیر نظامی بودن و قابل اثبات بودن برنامه‌ها و فعالیت‌های حد و میش رو نشون بده. ایران میتونه میانجی و مؤثر در پرونده عراق باشه، اما در این حال فرانسه آماده است که این نظریه رو بپذیره به شرط اینکه شرایطی که گفته شد از سوی ایران رعایت بشه. به هر حال کنفرانس سالانه سفرا در فرانسه که گفتم امسال 22مین سال برگزاریش هست با جمله ای از آقای فابیوس میتونه همراه باشه و پایان بگیره که میگوید که سیاست و دیپلماسی فقط جنگ و صلح نیست، مسئله اقتصاد نیست، بخشی از اون هست. با این خبر به پایان مجموعه گزارش‌های این ساعت می‌رسیم. با سپاس از همراهی شما.